به نام خدا سلام. با آموزش شبکه‌های مخابراتی در خدمت شما عزیزان هستم. من الهام غلامزاده دانشجوی دکترای مخابرات و سیستم هستم. این مجموعه آموزشی برای فرادرس تهیه شده. در این مجموعه آموزشی ابتدا به معرفی سیستم انتقال داده می‌پردازم و انواع توپولوژی‌های مختلف یک شبکه رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. در یک سیستم انتقال داده که شامل پیام، فرستنده، گیرنده، واسطه انتقال و پروتکل هست، یک پیام که شامل اطلاعات خام یا اطلاعات صفر و یک هست از طریق تجهیزات لازم به سیگنال الکتریکی یا نوری قابل ارسال تبدیل میشه. بعد از اون فرستنده از طریق واسطه انتقال یا محیط‌های انتقال این پیام ما رو به گیرنده میرسونه. حالا تو گیرنده توسط تجهیزات لازم به پیام اصلی تبدیل میشه. در این میان قوانینی وجود داره با نام پروتکل. قوانینی که در واقع هم فرستنده هم گیرنده ملزوم به رعایتش هستن. در صورتی که اگر این قوانین به خوبی رعایت نشه، پیام ما از فرستنده به گیرنده انتقال پیدا نمی‌کنه. جریان داده ها به چه صورت هایی تقسیم میشه؟ جریان داده یا میتونه به صورت ساده یا به صورت نیمه دو طرفه یا تمام دو طرفه انتقال پیدا کنه. در جریان داده به صورت ساده یک طرف استیشن ها همواره به صورت فرستنده و طرف دیگه همواره به صورت گیرنده هست. در ارسال به صورت نیمه دو طرفه هر دو استیشن یا ایستگاه میتونن فرستنده یا گیرنده باشن اما در زمانهای مختلف. و در جریان داده ها به صورت تمام دو طرفه هم فرستنده هم گیرنده قادر به ارسال و دریافت اطلاعات هست به صورت همزمان. شبکه چیه؟ شبکه در واقع به مجموعه از چند تا کامپیوتر مستقل یا اجزای کامپیوتری که با همدیگه ارتباط داشته باشن و بینشون عملیات مهم انتقال داده انجام بشه، میتونیم بگیم که شبکه به وجود میاد. در واقع برای به وجود اومدن شبکه ما میتونیم بگیم اولا مستقل بودن کامپیوترها مهم هست. اجزای کامپیوتری میتونن چاپگر، اسکنرها باشن و هدف اصلی همونطور که گفتم عمل انتقال داده هست. در واقع در قرن حاضر با پیدایش کامپیوترها و فناوری ارتباطات در واقع خیلی از مشکلات انسانها رفع شده. شبکه ها در واقع همونطور که گفتم از اتصال چند تا کامپیوتر با همدیگه به وجود میان که در نقاط مختلف هستن و نقش خیلی مهمی در عملیات انتقال داده دارن. میتونیم از سرویس های مختلفی که حالا شبکه در اختیار ما قرار میده، امکان مثلا تبادل اطلاعات، ارسال نامه‌های الکترونیکی، انتقال فایل یا مثلا کنفرانس های صوتی و تصویری یا حتی آموزش از راه دور رو مثال بزنیم که در واقع این شبکه های کامپیوتری ایجاد ارتباط و برقراری ارتباط بین کاربرا رو برای ما به وجود آورده. اهداف و مزایای یک شبکه رو میتونیم بگیم به اشتراک گذاری منابع، صرفه‌جویی در هزینه ها، افزایش قابلیت اطمینان و از بین رفتن بعد فاصله رو اشاره کرد. برای اشتراک گذاری منابع میتونیم به این بگیم که یکی از مزایای عمده شبکه‌های کامپیوتری تقسیم کردن منابع میباشد. در یک شبکه کامپیوتری خب کلیه کاربرهای شبکه در صورتی که مجاز باشن از شبکه استفاده کنن میتونن به منابعی که در واقع در شبکه هست دسترسی داشته باشن و مثلا از تجهیزاتی مثل مثلا برنامه‌های کاربردی یا مثلا تجهیزات سخت افزاری مثل همین چاپگرها یا مودم‌ها دسترسی پیدا کنن. بعدی میتونیم به صرفه‌جویی در هزینه‌ها اشاره کنیم که همون صرفه‌جویی مالی هست. استفاده از شبکه‌های کامپیوتری باعث صرفه‌جویی مالی هم میشه. هرچند که بگیم نصب و راه اندازی شبکه‌های کامپیوتری خودش هزینه بر هست، خب بالاخره تهیه این امکانات و نرم افزارها و سخت افزارها خودش نیازمند هزینه هست، ولی در کل میتونیم به این نتیجه برسیم که مثلا چنانچه در مثلا یک اداره چندین کارمند به یک نرم افزار خاص نیاز داشته باشن، به جای اینکه برای تک تک اونها نرم افزار مربوطه خریداری بشه، نصب بشه، میتونیم یک نسخه از اون رو تهیه بکنیم و در شبکه نصبش بکنیم و حالا کاربرها میتونن به طور همزمان به شبکه متصل بشن و از اون امکان استفاده ببرن. بعدی افزایش قابلیت اطمینان هست که یکی از مشکلاتی که مثلا میتونیم اشاره کنیم در استفاده انفرادی از کامپیوترها این هستش که اگر مثلا روی یک کامپیوتر نرم افزار یا سخت افزار مهمی نصب شده باشه، به هر دلیلی برای سیستم مشکل پیش بیاد که
دیگه نشد از اطلاعات و منابع موجود از اون کامپیوتر استفاده بکنیم، میتونیم بگیم که قابلیت اطمینان یک کامپیوتر به تنهایی خب پایین هست. برای کاربردهای مهم مثل کاربردهای نظامی یا کاربردهای نظامی پیشرفته مثلا هواپیما یا موشک این امر مشکل زا میشه. یکی از روش هایی که میتونیم بگیم برای افزایش قابلیت اطمینان میتونیم نام ببریم این هستش که استفاده از شبکه های کامپیوتری هست. خب میتونیم منابع رو روی چندین ایستگاه نصب کنیم و در صورت خرابی کدوم از این مثلا سیستم ها بتونیم به بقیه ایستگاه های شبکه به منابعی که مورد نظر هست دسترسی پیدا بکنیم. از بین رفتن بعد فاصله رو میتونیم اشاره کنیم که یکی از اهداف و مزایای عمده شبکه کامپیوتری این هستش که ارتباط بین مردم رو زیاد کرده. با گسترش سریع اینترنت و سرویس‌های متنوع خب میتونیم ببینیم که واقعا به عنوان مثال سرویس‌های پست الکترونیکی یا ایمیل کاربرای مختلف در سطح شبکه اینترنت رو در فواصل دور تونسته به همدیگه نزدیک کنه و مردم میتونن در گروه‌های مختلف مشارکت داشته باشن و اطلاعاتشون رو با همدیگه به اشتراک بگذارن. از جمله مشکلات شبکه مشکل امنیت اونه. مشکل امنیتش میتونیم بگیم یکی از معیارهایی هستش که مشکل امنیتش مثلا دسترسی غیر مجاز افراد به اطلاعات محرمانه یکی از مشکلاتش هست، یا میزان مقاومت شبکه در مقابل انواع ویروس ها از جمله مواردی هست که میتونیم برای ارزیابی امنیت شبکه ازش نام ببریم. توپولوژی یک شبکه. توپولوژی یک شبکه نمایش هندسی روابط لینک ها و وسایل پیوندی در اون شبکه است. در واقع میتونیم اینطوری تعریف کنیم که چطور میشه کامپیوترهایی که در یک شبکه هست چطور چینش شدن و چطور در کنار همدیگه قرار گرفتن و نحوه ارتباط و طراحی اونها رو به عنوان توپولوژی یک شبکه تعریف کنیم. انواع توپولوژی شبکه به توپولوژی مش، ستاره‌ای، باس و رینگ تقسیم میشه که ما در ادامه به توضیح اینها میپردازیم. در توپولوژی توری یا مش میتونیم بگیم که ساختار کامپیوترها به این صورت است که کنار همدیگه قرار گرفتن و ما اونها رو میبینیم. از جمله محاسن توپولوژی مش میتونیم بگیم که بالاترین درجه امنیت و محرمانه بودن اطلاعات رو داره. تعداد کل کابل ها برای N نود N در N منهای 1 تقسیم بر 2 هست، چرا که هر کدوم از سیستم ها به طور مستقل با بقیه سیستم هایی که در شبکه هست ارتباط داره. از جمله معایبش میتونیم بگیم تعداد خطوط ارتباطیش بسیار زیاد هست و خب این تعداد خطوط ارتباطی زیاد خودش هزینه زیادی رو به وجود میاره. در توپولوژی ستاره‌ای در واقع به چه صورت هست؟ یک هاب مرکزی وجود داره یا به عنوان سویچ که بقیه سیستم ها یا کامپیوتر ها بهش متصل هستن. از جمله مزایاش میتونیم بگیم که تمام کامپیوترها به یک دستگاه کنترل کننده به نام هاب یا سویچ متصل هستن. تحمل پذیری خطا درش وجود داره. تشخیص ساده خطا. و اگر یکی از خطوط خراب بشه تنها همون در واقع کامپیوتر قطع خواهد شد. به خاطر نوع ساختاری که در واقع در توپولوژی ستاره وجود داره، اگر یکی از در واقع سیستم‌ها یا یکی از کامپیوترها خراب بشه، خب راحت تر میشه که این در واقع خرابی رو تشخیص داد. از جمله معایبش میتونیم بگیم که خب تمام این سیستم ها، تمام این کامپیوتر ها به یک سیستم مرکزی متصل هستن و وابستگی شدیدی به این سویچ دارن. بنابراین اگر این سویچ هم خراب بشه، هزینه نسبتا زیادی رو برای شبکه به وجود میاره. بعدی توپولوژی حلقوی یا رینگ هست. ساختار شبکه به این صورت هست، شبیه در واقع یک حلقه کلیه سیستم ها به همدیگه متصل شدن. مزایایی که در توپولوژی حلقوی وجود داره میتونیم به نصب آسون شبکه اشاره کرد. به خاطر نوع ساختارش خب اولویت برای انتقال داده ها هم یکسان هست. به خاطر دوباره نوع ساختارش و چون کابل کمتری مصرف میشه میتونه از فیبر نوری استفاده کنه چون دقیقا طول کابل کم هست. از جمله معایبش میتونیم بگیم با از کار افتادن یه دونه کامپیوتر به خاطر دقیقا ساختارش کل شبکه از کار میفته و همچنین کارت شبکه که استفاده میشه برای توپولوژی رینگ گرون هست. اگر یوزرها افزایش پیدا کنن سرعت شبکه کاهش پیدا میکنه و برای افزودن یه دونه کامپیوتر کل شبکه باید متوقف بشه.
توپولوژی گذرگاهی یا باس همونطور که ساختارش رو دارید مشاهده میکنید، نوع ساختار به این صورت هست که در شکل مشاهده میشه. چندین تا کامپیوتر به یک کابل یا باس متصل هستن. مزایا میتونیم بگیم خب هزینه کم، سادگی ساختارش، توسعه دادن این شبکه خب آسونه دقیقا به دلیل نوع ساختارش. معایبش رو میتونیم بگیم که اگر باس قطع بشه باعث میشه که شبکه قطع بشه و حتی باعث به وجود اومدن مثلا شبکه‌های مجزا میشه. در این قسمت از آموزش به دو نوع دسته‌بندی می‌پردازیم. یکی دسته‌بندی شبکه‌ها از لحاظ دیدگاه سایز شبکه و دیگری دسته‌بندی شبکه‌ها از لحاظ دیدگاه تکنولوژی نوع انتقال. در این نوع دسته‌بندی شبکه از لحاظ سایز به پن، لن، من، رن و ون طبقه‌بندی میشه. در پن که مخفف کلمه پرسونال اریا نتورک، لن که مخفف کلمه لوکال اریا نتورک و من مخفف کلمه متروپولیشن اریا نتورک، رن مخفف کلمه ریجینال اریا نتورک و ون واید اریا نتورک رو مخفف میشه. در ادامه میگیم که این هر یک از این شبکه ها چه خصوصیتی دارن. در شبکه های پن که پرسونال اریا نتورک نامیده میشن، شبکه ها به صورت شبکه های شخصی هستند، حد اکثر در محدوده جغرافیایی 10 متر فعالیت میکنن و حالت مالکیت فردی دارن. این عدد از شبکه ها برای اتصالات ابزارهای خانگی مثل USB و بلوتوث مورد استفاده قرار میگیره و توسعه داده شده. در شبکه محلی LAN یا Local Area Network میتونیم بگیم که شبکه ها برای فواصل جغرافیایی محدود حداکثر 1 الی 2 کیلومتر تعبیه شدن و برای پوشش دهی سازمان های کوچیک مثل اداره ها، نهادها یا محیط های آموزشی و حتی دانشگاه ها مورد استفاده قرار میگیره. در شبکه های محلی LAN میتونیم بگیم که یکی از کامپیوترها که دارای سرعت بالاتر و حجم حافظه بیشتری هست به عنوان سرویس دهنده شبکه استفاده میشه و این کامپیوتر که به عنوان سرویس دهنده هست تونه نرم افزارها و داده های در واقع مورد نیاز رو ذخیره بکنه و سایر ایستگاه های شبکه به عنوان مشتری از اینها استفاده بکنند. کوچک بودن شبکه و کم بودن تعداد این ایستگاه ها محاسن زیادی رو برای این نوع شبکه به ارمغان آورده که ما میتونیم از این محاسن به این اشاره بکنیم که خب شبکه کوچک هست پس تضعیف سیگنال کمتری رخ میده. در واقع میتونیم بگیم که نویز پذیری اطلاعات کمتره. احتمال اتلاف داده ها در شبکه های محلی LAN کمتر هستش. یا میتونیم بگیم نرخ خطای کمتر. نرخ ارسال اطلاعات هم بالا هست. یعنی بیتریت اطلاعات بالا هست. تأخیر انتشار یا پروپاگیشن دیلی نیز کم هست. و همچنین با توجه به محدود بودن تعداد ایستگاه ها مدیریت این نوع شبکه ها راحت تره و هزینه نصب و راه اندازی به دلیل اینکه کوچک است این شبکه ها چون وسعت کمی داره هزینه نصب و راه اندازی هم پایین هست. شبکه دیگه‌ای که به بررسیش می‌پردازیم شبکه شهری یا من هست. در شبکه‌های شهری در گستره جغرافیایی یک شهر پیاده میشه. همونطور که از نام این شبکه مشخص. از لحاظ تکنولوژی بیشتر شبیه در واقع LAN هست تا شبکه‌های دیگه‌ای که تا الان معرفی کردیم و همچنین میتونیم بگیم که از جمله مثالایی که بتونیم نام ببریم شبکه‌های انفرادی مثل شبکه‌های تلویزیون کابلی که در سطح شهر گستردگی داره از این نوع شبکه‌ها هست یا حتی اگر یک شرکتی دارای چند شعبه در سطح شهر باشه با استفاده از امکانات در واقع شبکه من میتونه اطلاعاتش رو با استفاده از امکانات شبکه شهری قادر به اتصال در واقع شبکه‌های محلی خودش هستش. شبکه دیگه یه بررسی میکنیم شبکه RAN یا Regional Area Network هستش. این نوع از شبکه به شبکه های منطقه‌ای معروف هست در سطح یک کشور یا ایالت با هدف خاصی پیاده سازی میشه. بعدی شبکه WAN یا Wide Area Network هستش که در حد گستره جغرافیایی کشوری یا قاره‌ای حتی ایجاد میشه برای اتصال شبکه‌های محلی و شهری و منطقه‌ای مورد استفاده قرار میگیره
و به عنوان زیرساخت ارتباطی یا ستون فقرات شبکه هم میتونیم بگیم مشهور هستش. اگر بخوام مثال بزنم برای در واقع شبکه‌های ون، میتونیم به شبکه‌های ملی کشور مثل شبکه جهانی اینترنت و شبکه تلفن اشاره بکنیم که نمونه‌هایی از این شبکه گسترده هستند. همونطور که گفته شد، در این قسمت از آموزش میخوایم به بررسی انواع شبکه از لحاظ تکنولوژی انتقال هم بپردازیم. از لحاظ تکنولوژی انتقال میتونیم بگیم که به دو دسته تقسیم میشن. یکی ارتباطات پخشی یا برودکست هست و یکی ارتباطات نقطه به نقطه یا پوینت تو پوینت. در ارتباطات پخشی همونطور که در شکل مشاهده میشه، بین ایستگاه‌های مختلف شبکه فقط یک مسیر مشترک وجود داره و از یک مسیر مشترک برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده میشه. از اونجایی که داره از یه مسیر مشترک استفاده میشه، خب تمام این ایستگاه‌ها به طور همزمان اجازه دارن که ارسال و دریافت بسته‌ها یا داده‌ها رو داشته باشن. یعنی هر کدوم از اینها بدون اینکه حالا نوبتشون بشه میتونن اطلاعات رو دریافت بکنن یا اطلاعات رو ارسال بکنن. پس امکان این یا احتمال این وجود داره که بسته های ارسالی این ایستگاه ها با همدیگه تداخل پیدا کنه و بر اثر تداخل این بسته های اطلاعاتی از بین میرن، که در ادامه این آموزش من به شما پدیده مهم تصادم بسته ها رو آموزش خواهم داد در فصل های بعدی. در ارتباطات نقطه به نقطه همونطور که مشاهده می‌کنین، بین دو تا ایستگاه فقط یک کانال وجود داره و تنها دو تا ایستگاه هستند که میتونن از یک کانال استفاده بکنن و هیچ ماشین یا ایستگاه دیگه‌ای به این کانال متصل نیست. بحث مهمی که در ارتباطات نقطه به نقطه هست این هستش که خب بهترین مسیر رو انتخاب کنه و بحث مهم مسیریابی در این ارتباطات وجود داره. در این قسمت از آموزش به معرفی مدل مرجع OSI میپردازیم. در سال 1983 از سوی سازمان جهانی استاندارد مدل مرجع OSI مطرح شد. این مدل برای اتصال در واقع سیستم‌های باز به همدیگه ارائه شده. یه سیستم باز در حقیقت میتونیم بگیم مجموعی از پروتکل‌هاست که امکان اتصال دو تا سیستم مختلف رو صرف نظر از معماری‌های لایه پایینش فراهم می‌کنه. با استفاده از مدل مرجع OSI امکان اتصال سیستم‌های مختلف و برقراری ارتباطشون بدون اینکه نیاز باشه در سخت افزار یا نرم افزارشون تغییری به وجود بیاد، در واقع این امکان وجود داره. این مدلی که میبینید یک مدل 7 لایه هست. مدل الگویی به صورت لایه به لایه هست. مدل مرجع OSI از لایه اول لایه فیزیکی، لایه پیوند داده، لایه شبکه، لایه ترانسپورت یا انتقال، لایه جلسه، لایه پریزنتیشن یا ارائه و لایه اپلیکیشن تشکیل شده. در ادامه این آموزش به معرفی انواع این لایه ها میپردازیم. در مدل مرجع OSI هر لایه با لایه همسطح خودش در طرف مقابل در ارتباط هست. یعنی اگر فرستنده و گیرنده رو در نظر بگیرید، لایه اول که لایه فیزیکی هست با لایه فیزیکی متناظر در گیرنده با هم در ارتباط هستند، یا لایه دوم که لایه پیوند هست با لایه متناظر در قسمت گیرنده در ارتباط هست و به همین ترتیب لایه ها به صورت متناظر با لایه همسطح خودش در ارتباط هست. در مدل مرجع OSI هر لایه مستقیما تنها با یه لایه بالاتر ولی یک لایه پایین تر از خودش در ارتباط هست. خب برای مبحث ارسال داده ها در مدل مرجع OSI به این صورت هستش که اطلاعات ارسالی ما در بالاترین لایه ایجاد میشه و به این ترتیب از لایه‌های مختلف شبکه عبور می‌کنه تا وارد نهایتاً لایه فیزیکی بشه و بعد از اون که وارد لایه فیزیکی شد، بعد از اون وارد شبکه میشه. در مدل لایه OSI هر لایه شبکه وظایف خاص خودش رو داره که برای انجام وظایف خودش در فرستنده هر لایه دادر که از لایه بالاتر دریافت می‌کنه یک سری اطلاعات به نام اطلاعات هدر بهش اضافه میکنه یا
در اصطلاح بهش میگن اطلاعات سرایند، اضافه میکنه، حالا بسته ایجاد شده رو تحویل لایه پایین تر از خودش میده و این فرایند لایه به لایه تکرار خواهد شد و نهایتاً بسته هر لایه‌ای این کار رو تکرار میکنه و به بسته دریافتی لایه بالاتر خودش یه اطلاعاتی رو اضافه میکنه و دوباره میفرسته به لایه بعدی که لایه پایین تر از خودشه. نهایتاً این بسته ها با عبور از لایه های مختلف که هر لایه برای انجام وظیفه خودش یه سری اطلاعات اضافه کرده، همونطور که ببینید باعث افزایش در واقع طول بسته شده و نهایتاً از لایه های مختلف عبور میکنه تا به پایین ترین لایه که لایه فیزیکی هست میرسه. در این لایه یعنی لایه فیزیکی بسته دریافتی بیت به بیت ارسال میشه، حالا از شبکه عبور میکنه، حالا میخواییم برسونیمش به کجا؟ به مقصد. در سمت مقصد فرآیند به چه صورت هست؟ بسته دریافتی از پایین ترین لایه شروع میکنه، وارد میشه و تحویل لایه های بالاتر داده میشه. هر لایه موظف هستش که روی سرایند ایجاد شده، همون هدر ایجاد شده که در واقع در کجا در مبدا یا در فرسنده این فرآیند انجام شد دیگه، حالا پردازش لازم روی سرایند ایجاد شده انجام بده و این سرایند ایجاد شده رو حالا حذف کنه و بسته رو تحویل لایه بالاتر از خودش بده. این عملیات در کل لایه ها انجام میشه. هر لایه در مقصد دقیقا همون هدر یا سرایندی که مبدا در لایه متناظر ایجاد شده رو پردازش میکنه، اون رو حذف میکنه تا نهایتا داده خالص ما به دست مقصد برسه. در مدل مرجع OSI به لایه های پایینی، به سه تا لایه پایینی که لایه فیزیکی، لایه پیوند داده و لایه شبکه هستن، پشتیبانی کننده شبکه گفته میشه و اون چهار تا لایه بالاتر که لایه انتقال، جلسه و ارائه و کاربرد هست رو میگن که چون ارتباط بیشتری داره با کاربر میگن لایه های مرتبط با کاربر هست. خب حالا ما جدا جدا به معرفی این لایه های مختلف میپردازیم و راجبشون توضیح میدیم. لایه فیزیکی به این صورت هست که ارسال بیت های خام بر روی رسانه فیزیکی رو بر عهده داره. یه سری بیت های خام وجود داره که 0 و 1ن بر روی کانال ارتباطی شبکه هست. از جمله وظایفش میتونیم بگیم که یه سطح ولتاژ مناسبی رو برای بیت های 0 و 1 تعیین میکنه و حالا میتونیم بگیم که بعد از اینکه این سطوح رو تعیین کرد، این لایه داده های دریافتی رو از لایه بالاتر خودش به صورت قابل هم حالا میتونه در کانال ارتباطی ارسال کنه. از جمله وظایف دیگه‌اش میتونیم به اینکه نوع سیگنال چی باشه، در لایه فیزیکی برای ارسال داده های همون 0 و 1 که اشاره کردم دو نوع سیگنال وجود داره. دو نوع سیگنال آنالوگ و دیجیتال استفاده میشه. اینکه نحوه کدگذاریش چطوری هست و این داده های 0 و 1 منطقی رو به سیگنال مناسب تبدیل کنه در همین لایه فیزیکی انجام میشه. توپولوژی فیزیکی که در قسمت‌های قبلی آموزش بهش اشاره کردیم که اینکه نحوه اتصال ایستگاه‌های مختلف شبکه به چه صورت باشه، نوع مدولاسیون برای انتقال داده‌ها که مدولاسیون‌های مختلفی مثل مدولاسیون دامنه، مدولاسیون فاز و فرکانس وجود داره و اینکه از کدوم مدولاسیون استفاده بشه برای انتقال داده‌ها، محیط انتقال یا محیط ارتباطی که برای اتصال ایستگاه‌های شبکه وجود داره تا برای ارسالشون که در فصل بعدی به طور مفصل راجبش صحبت میشه. لایه بعدی که راجبش قرار صحبت کنیم لایه پیوند داده هست. در لایه پیوند داده وظیفه اصلی اطلاعات ارسالی رو در قاب‌ها یا فریم‌هایی با طول مشخص ارسال می‌کنه. این فریم ها به ترتیب پشت سر هم دیگه ارسال میشن. معمولا وقتی که گیرنده اینها رو دریافت میکنه، هر فریم رو دریافت میکنه، یک پیام گواهی مثبت یا منفی که نشان میده که آیا این دریافت به صورت صحیح انجام شده یا دریافت به صورت نادرست یا غلط انجام شده به فرستنده ارسال میکنه. حالا
اگر این پیام های گواهی مثبت یا منفی در بین راه گم بشن، این لایه باید بتونه به مشکلات احتمالی رو در واقع رفع کنه. از جمله وظایفش میتونن به کنترل خطا شامل تشخیص و در صورت امکان تصحیح خطا اشاره بکنیم که توضیح دادم. کنترل جریان رو در این لایه به این وظیفه پرداخته میشه. منظور چی هستش؟ چنانچه فرستنده با سرعت بیشتری از آنچه که گیرنده میتونه دریافت کنه بیاد ارسال کنه داده ها رو، در این صورت بافر گیرنده به سرعت پر میشه و چون بافر پر میشه اطلاعات از بین میره. لایه پیوند داده با استفاده از عملیات کنترل جریان باید قادر به تنظیم در واقع سرعت ارسال فرستنده باشه که این سرعت ارسال فرستنده با سرعت دریافت گیرنده با همدیگه تنظیم باشه تا اطلاعاتی از میان نره. با توجه داشته باشیم که عملیات کنترل خطا و کنترل جریان در لایه دوم که لایه پیوند داده هست کانال به کانال انجام میشه. همچنین کنترل دسترسی به رسانه مشترک رو میتونیم نام ببریم. در این قسمت یه سری کانال ها وجود دارن که با عنوان کانال های پخشی هستن. چند تا ایستگاه به صورت مشترک از کانال استفاده میکنه. برای جلوگیری از تداخل بسته ها با هم دیگه باید مکانیزم مناسبی در این لایه تعبیه بشه تا از تداخل این بسته ها جلوگیری بشه. لایه بعدی لایه شبکه هست. در لایه شبکه اطلاعات دارای واحد هستند و واحد اطلاعات به عنوان پکت یا بسته معرفی میشه. وظیفه لایه شبکه کنترل زیر شبکه هست و ارسال اطلاعات به مقصد نهایی از طریق مناسب ترین مسیر و یا میتونیم بگیم مهمترین وظیفه این لایه مسیریابی و روتینگ و آدرس دهی منطقی هستش که به آدرس های فیزیکی، آدرس دهی منطقی یعنی تبدیل آدرس های منطقی به آدرس فیزیکی و یا اینکه برای کانال ها تسهیم سازی کنه و امکان این رو فراهم بکنه که بشه از یک کانال همزمان چندین وسیله استفاده کنن، استفاده مشترک کنن، از جمله وظایفش هست. لایه بعدی لایه ترانسپورت یا لایه انتقال هستش. اولین لایه هستش که ارتباط بین مبدأ و مقصد واقعی رو فراهم میکنه. همونجور که توی شکل مشخص هست، بسته های لایه بالاتر رو دریافت میکنه و اگر لازم باشه اونا رو به قطعات کوچیک تقسیم میکنه و به لایه شبکه میرسونتشون. این لایه برای سرویس دهی به لایه جلسه موظف برقراری اتصال‌های مختلف هستش. لایه بعدی که راجبش می‌خوایم صحبت بکنیم لایه جلسه هست. لایه جلسه به این صورت هست که با امکاناتی که این لایه داره کاربرهای مختلف شبکه که روی در واقع کامپیوترهای میزبان متفاوتی قرار دارن میتونن با همدیگه جلسه برقرار کنن. در این لایه از جمله وظیفه هایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم این هستش که ورود میشه بکنی به یک کامپیوتر از راه دور و انتقال فایل رو بین دوتا سیستم های شبکه در نظر بگیریم. یکی از وظایفش کنترل محاوره هست. در کنترل محاوره به این صورت هستش که حالت مدیریتی داره. در واقع مثلا اگر بخوایم در برخی از پروتکل ها نخوایم همزمان دو طرف جلسه اقدام به شروع کار کنن، در این صورت برای مدیریتش میشه لایه جلسه یه سری نشانه هایی رو بین مبدأ و مقصد مبادله کنه و در واقع کامپیوتر یا سیستمی که این نشانه رو داره قادر به انجام عملیات باشه. کار دیگرش همگام سازی هست. این همگام سازی رو میتونیم با یه مثال ملموس ترش کنیم. فرض کنیم که در حال ارسال یه فایل حجیمی هستیم از یک سیستم به سیستم دیگه و چنانچه در حین ارسال ارتباط قطع بشه باید دوباره انتقال خب انجام بشه، اما برای رفع این مشکل لایه جلسه میاد با کمک امکانات در واقع همگام سازی یا همزمانی در صورت قطع ارتباط میتونه از همون نقطه قبلی دوباره اطلاعات رو ارسال بکنه. لایه نمایش یا پریزنتیشن
یکی از وظایفش این هستش که با قواعد نحوی و معنای اطلاعاتی منتقل میشه و یکی از وظایفش رو میتونیم بگیم تبدیل کدها به همدیگه هست. رمزنگاری و فشرده سازی از جمله وظایفش هست. برای افزایش امنیت استفاده میشه، به خصوص در کاربردهای تجارت الکترونیکی، و برای امر فشرده سازی میتونیم بگیم برای کاهش زمان ارسال داده‌ها و استفاده کارآمدتر از شبکه از روش‌های فشرده سازی استفاده میشه. و لایه آخر در مدل OSI به عنوان لایه کاربرد معرفی میشه، لایه اپلیکیشن، که در این لایه مستقیما با خود کاربر سر و کار داره و امکان دسترسی کاربران به سرویس های گوناگون مثل ایمیل و وب رو فراهم میکنه و از جمله وظایفش انتقال فایل و مدیریت و دسترسی رو میتونیم اشاره بکنیم. همین که در واقع کاربردهایی مثل پست الکترونیکی و انتقال فایل یا اتصال از راه دور به ماشین رو داره و در اختیار کاربران قرار میده، از جمله وظایف مهم این لایه هستش. در این قسمت از آموزش به معرفی مدل TCP/IP میپردازیم. همچنین در ادامه تجهیزات مورد نیاز در یک شبکه رو بررسی میکنیم. در درس قبلی مدل مرجع OSI رو خدمتتون توضیح دادم. مدل مرجع OSI شامل لایه‌های مختلف بود. لایه‌هایی مثل لایه فیزیکی، لایه پیوند داده، لایه شبکه، لایه انتقال، لایه سشن یا جلسه، لایه نمایش و لایه کاربرد. در مقابلش مدل TCP/IP قرار داره. مدل TCP/IP میتونیم بگیم به صورت پشته از پروتکل هاست که در 4 لایه روی همدیگه قرار گرفتن. این 4 لایه شامل لایه کاربرد، لایه انتقال، لایه اینترنت و لایه دسترسی به شبکه هست. لایه دسترسی شبکه که از ترکیب دو تا لایه مدل مرجع OSI که لایه فیزیکی و لایه پیوند داده هست تشکیل شده، شامل پروتکل خاصی نمیشه. اما لایه بعدی که لایه اینترنت هست، پروتکل IP رو شامل میشه که در پروتکل IP به آدرس نودها میپردازیم. یعنی آنچه که در پروتکل IP برای ما اهمیت داره آدرس نودهای شبکه هست که این آدرس ها به صورت آدرس های یکتا و منحصر به فردی هستند. در لایه ترانسپورت مدل TCP/IP دو تا پروتکل برای ما مهم هست، پروتکل TCP و UDP، که در ادامه این آموزش در فصل های آخر ما به معرفی این دو پروتکل میپردازیم. و در لایه کاربرد یا اپلیکیشن میتونیم بگیم پروتکل های مثل HTTP یا FTP وجود داره. اگر بخوام تفاوت دو تا مدل OSI و مدل TCP/IP رو با هم دیگه بررسی کنیم، میتونیم بگیم که در مدل OSI لایه ها مستقل از هم دیگه هستن، اما در مدل TCP/IP لایه ها مستقل از هم دیگه نیستند. مدل OSI وابسته به پروتکل طراحی نشده، اما در مدل TCP/IP همونطور که دیدید لایه ها به جز لایه های اول وابسته به پروتکل طراحی شدن. مدل TCP/IP مدل سلسله مراتبی هست که از بخش های مختلف با همدیگه ساخته شده. در لایه های شبکه ها رو مروری می کنم، همونطور که در ابتدای این آموزش خدمتتون عرض کردم، در قسمت لایه فیزیکی و پیوند داده ها پروتکل خاصی وجود نداشت. در قسمت لایه اینترنتش که پروتکل IP وجود داره، سعیش بر اینه که بسته ها به صورت سالم تحویل مقصد برسه. ولی در پروتکل IP اونچه که مهم هست گارانتی وجود نداره که آیا قطعاً این بسته ها سالم میرسن یا نه، اما سعی خودش رو برای سالم رسوندن بسته ها انجام میده. و اونچه که برای ما اهمیت داره در لایه اینترنت آدرس نودهای شبکه هست که آدرس های منحصر به فردی هستند. در لایه انتقال دو تا پروتکل تحت نظر ما هست، پروتکل TCP و پروتکل UDP در لایه انتقال برای ما حائز اهمیت هست که این انتقال اطلاعات رو به صورت پروسس به پروسس انجام میده. و نهایتاً در لایه کاربرد که شامل 3 لایه نمایش، جلسه و کاربرد هست که این لایه فرایند کار خودش رو با برنامه‌نویسی انجام میده. یک سری سخت افزارهای مهمی در شبکه وجود داره
که در این قسمت ما میخوایم به معرفی سخت افزار تکرار کننده بپردازیم. اولا تکرار کننده فقط در لایه فیزیکی اجرا میشه. تکرار کننده یک وسیله هستش که برای اتصال چندین تا سگمنت یک شبکه محلی LAN استفاده میشه. چرا این استفاده انجام میشه؟ برای اینکه بتونیم وسعت استفاده از اون رو، وسعت در واقع مجاز شبکه رو افزایش بدیم. فرض کنید یک محیط انتقال داشته باشیم. به دلیل اینکه سیگنال ما در یک محیط انتقال، مثلا یک محیط انتقال طولانی قرار میگیره، به دلایل مختلف ممکنه دچار تضعیف بشه. یعنی اگر محیط انتقالتون روی کابل در نظر بگیریم، سیگنال ارسالی دچار تضعیف میشه. حالا این سیگنال تضعیف شده رو ما با چه در واقع عملیاتی میتونیم به مقصد برسونیم بدون اینکه حالا این سیگنال تضعیف شده باشه؟ بدین منظور از وسیله به نام تکرار کننده استفاده میشه. فرض بفرمایید قرار هستش که ما سیگنالی رو انتقال بدیم از A به B. اگر به وسیله تکرار کننده ما بتونیم این دو قسمت یا این دو سگمنت رو به هم دیگه متصل کنیم، هنگامی که سیگنال ارسالی ما از این محیط عبور میکنه و به بی میرسه، به دلیل وجود تکرار کننده همون سیگنال ارسالی که قرار هست به بی برسه در قسمت‌های مختلف شبکه مثل ای و قسمت اف شبکه هم تکرار میشه. پس در واقع میتونم بگم که تکرار کننده در واقع فیلترینگ انجام نمیده و کلیه در واقع سیگنال رو از خودش عبور میده و به طرف مقابل ارسالش میکنه. پس میتونم بگم که تکرار کننده در واقع یک تولید کننده دوباره است، در واقع تقویت کننده نیست. محل قرارگیریش در واقع بین دو تا لینک حیاتی هست و دو تا سگمنت رو به هم دیگه متصل میکنه. از جمله تجهیز دیگه‌ای که میخوام ازش استفاده کنم و راجع بهش توضیح بدم پل هست. پل در لایه پیوند داده و لایه فیزیکی عمل میکنه و اتصال سگمنتیشن های یک شبکه رو بر عهده داره. پل باعث افزایش توان عملیاتی شبکه میشه و همچنین وسعت شبکه محلی رو زیاد میکنه. اگر بخوایم برای پل توضیح بدیم این هستش که خب علاوه بر این که میتونه سگمنتیشن های مختلف یک شبکه رو به هم دیگه وصل کنه، این وظیفه رو داره که برعکس در واقع حالت تکرار کننده، حالت فیلترینگ رو داره. در واقع یکی از مزایای عمده پل این هستش که میتونه فیلترینگ رو انجام بده و از ارسال اطلاعات ناخواسته جلوگیری کنه. فرض کنید که این پل بین این دو تا قسمت، بین این دو تا سگمنت ایجاد شده برای به منظور ارسال قسمت‌های مختلف. در واقع وقتی که یک فریم ارسال میشه یا یک قابی ارسال میشه از قسمت اول به قسمت دوم، وظیفه پل این هستش که بیاد آدرس این فریم رو بررسی کنه. اگر این فریم شامل آدرس در طرف دوم باشه، در این حالته که میتونه فریم رو عبور بده. اما اگر آدرس طرف مقصد رو نداشته باشه، اجازه عبور رو نمیده. بنابراین به همین علت میتونیم بگیم که پل وظیفه‌ای داره شبیه فیلترینگ کردن و از ارسال اطلاعات ناخواسته به قسمت‌های مختلف جلوگیری میکنه. پس به منظور عملیات صحیح هر پل برای انجام این که بتونه فیلترینگ مناسب بسته ها یا داده ها رو انجام بده، باید شامل یک آدرس باشه و این آدرس یک جدولی هست که آدرس های فیزیکی ایستگاه های موجود در سگمنت های دیگر رو داشته باشه تا در صورتی که فریم ما دارای آدرس باشه این بتونه پل ما اون رو رد کنه، یا نه اگر آدرس سگمنت دوم رو شامل نباشه پل اجازه نده و حالت فیلترینگ به وجود بیاد. هاب از جمله تجهیز دیگری هستش که در این قسمت به معرفیش میپردازیم. هاب برای اتصال دو یا بیش از دو تا ایستگاه کاری استفاده میشه و دارای چندین تا پورت هست و در لایه فیزیکی مدل OSI کار میکنه.
اونچه مهم هست با استفاده از کابلای کراس یا کابلای عادی نمیتونیم به شبکه‌ای با بیش از 2 تا دستگاه کامپیوتری ایجاد کنیم. بنابراین به سراغ هاب رفتن و هاب یک قطعه هست که برای اتصال سخت افزاری شبکه‌های محلی استفاده میشه و با استفاده از در واقع هاب میتونیم با سرور شبکه ارتباط برقرار کنیم. همونطور که گفتیم بیشتر هاب هایی که حالا استفاده میشه در شبکه‌های محلی یک جعبه هست که دارای چندین تا پورت هست و پورت هایی که هست پورت های RJ45 هست که استفاده میشه. وظیفه اصلی هاب این هستش که یه نقطه مرکزی رو برای اتصال تمام این کامپیوترهایی که هست به وجود بیاره و حالا هر کامپیوتر بتونه به هاب متصل بشه. اون چیزی که اهمیت داره این هستش که وقتی که کامپیوترها در واقع کامپیوترهایی مثل سیستمای A، B و C و D که به این هاب متصل شدن، بسته های اطلاعاتی رو برای کامپیوترهای موجود در شبکه ارسال میکنن. این هستش که نکته که باید توجه بکنیم، در هر زمان دلخواه امکان ارسال داده وجود داره. این حالت مشابه حالتی که یک معلم وجود داره، به عنوان معلم رو فرض بفرمایید که معلم یک منبع مشترک هست و از طرف دیگه دانشجو هم در یک کلاس درس هست. به دفعات مثلا دوست دارن که دانشجوها از